جوان پیش از طلوع آفتاب بیدار شد. یازده ماه و نه روز از هنگامی که برای نخستین بار به قاره آفریقا گام گذاشته بود میگذشت. ردای عربیش را پوشید. همان جامعه کتانی سفیدی که ویژه چنین روزی خریده بود. دستار را بر سر بست و آن را با حلقه ای از چرم شطور محکم کرد. سندل های نوش را به پا کرد و بدون هیچ سر و صدایی پایین آمد. شهر هنوز خفته بود لغمه ای از حلوا درست کرد و در لیوان بلورین چای داغ نوشید. سپس بیرون در نشست تا در تنهایی قلیان بکشد. در سکوت قلیان میکشید. بیان که به چیزی بیاندیشد فقط به همهمه پایدار بادی که میرزید و بوی صحرا را با خود میآورد. گوش سپرده بود. سپس قلیان را کنار گذاشت. دست در جیب عبایش کرد و چند لحظه به تماشای آنچه از درون جیبش بیرون آورده بود پرداخت. پول زیادی داشت. برای خرید 120 گوسفند، بلیت بازگشت و مجوز تجارت بین کشور خودش و این کشور کافی بود. برد بارانه منتظر ماند تا پیرمرد بیدار شود و مغازه را بگشاید سپس دو برای نوشیدن چای رفتند. جوان گفت: امروز میرم. برای خریدن گوسفندان پول کافی دارم. شما واسه رفتن به مکه پول کافی دارید پیرمرد چیزی نگفت جوان اصرار کرد دعای خیرتون رو میخوام شما به من کمک کردین پیرمرد همچنان در سکوت به آماده کردن چای پرداخت اما پس از مدتی رو به جوان کرد و گفت به تو افتخار میکنم تو به مغازه بلور فروشی من روک دادی پسر اما میدونی که من نمیرم مکه همونطوری که تو هم برای خریدن گوسفند بر نمیگردی جوان حراسان پرسید کی به شما اینو گفته؟ بلورفروش فروش پیر به سادگی گفت مکتوب و دعای خیرش کرد. جوان به اتاقش رفت و هرچه را داشت جمع کرد. دار و ندارش از سه کیسه پر تشکیل می شد. وقتی اتاق را ترک می کرد، چشمش در گوشه اتاق به خورجین چوپانی قدیمیش افتاد. سراسر پوسیده بود و تقریبا به کلی آن را از یاد برده بود. کتاب و خرقهش هنوز در آن بود. وقتی با اندیشه بخشیدن خرقهش به پسرکی در خیابان آن را بیرون آورد دو سنگ روی زمین قلتیدند اوریم و تومیم سپس به یاد پادشاه پیر افتاد و در شگفت شد که دیر زمانی است به او نیندیشیده یک سال تمام بی کار کرده بود و تنها به پول جمع کردن اندیشیده بود تا سرفکنده به اسپانیا برنگردد پادشاه پیر گفته بود هرگز از رؤیاهایت دست نکش از نشانه ها پیروی کن جوان اوریم و تومیم را برداشت و دوباره همان احساس غریب به او دست داد که پادشاه کنارش است. یک سال تمام سخت کار کرده بود و نشانه ها میگفتند اکنون هنگام رفتن است. اندیشید درست مثل روز اول برمیگردم و گوسفندا به من زبون عربی یاد ندادم. اما گوسفندها چیزی بسیار مهمتر به او آموخته بودند که در جهان زبانی هست که همگان میفهمند همان زبانی که جوان برای رونق بخشیدن به آن مغازه به کار برده بود زبان موجودات صاحب عشق و شور زبان کسانی که در جستجوی آن چیزی هستند که آرزویش را دارند و یا به آن ایمان دارند تنجه دیگر یک شهر غریب نبود و احساس می کرد همانطور که توانسته آنجا را فتح کند می تواند جهان را هم فتح کند پادشاه پیر گفته بود وقتی آرزوی چیزی را داری سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق ببخشی. اما پادشاه پیر نه درباره دوست ها صحبت کرده بود نه صحراهای عظیم و نه درباره آنانی که رویاهایشان را می اما نمی خواهند آنها را تحقق ببخشند. پادشاه پیر نگفته بود که اهرام تنها کوهی از سنگ هستند و هر کسی می تواند در باغچه خانهش کوهی از سنگ داشته باشد. و فراموش کرده بود بگوید وقتی پول کافی برای خریدن گله بزرگتر از گله پیشین خود داشته باشد باید این گله را بخرد. جوان خورجین را برداشت و کنار کیسه های دیگرش گذاشت. از پله ها پایین رفت. پیرمرد مشغول خدمت به یک زوج بیگانه بود و در همان هنگام دو مشتری دیگر وارد مغازه شدند و در لیوان بلور چای نوشیدند. برای آن ساعت از صبح جنب و جوش خوبی بود. آنجا بود که برای نخستین بار متوجه شد موهای مغازدار به موهای پادشاه پیر بسیار شبیه است. به یاد لبخند شیرینی فروش در نخستین روزش در تنجه افتاد. روزی که نه جایی برای رفتن داشت و نه چیزی برای خوردن. آن لبخند نیز یادآور پادشاه پیر بود. فکر کرد انگار از اینجا رد شده و ردی از خودش گذاشته. اما همه مردم این پادشاه رو یه جایی توی زندگیشون ملاقات نکردن. هرچی باشه میگفت همیشه به کسی ظاهر میشه که افسانه شخصیش رو زندگی میکنه. بیودا با بلور فروش آنجا را ترک کرد. نمیخواست گریه کند. ممکن بود کسی گریهش را ببیند. اما دلش برای آن دوران و همه چیزهای خوبی که آموخته بود تنگ میشد. اعتمادش به خود بیشتر شده بود و شوق فتح جهان را داشت. اما دارم میرم سراغ همون دشتایی که از قبل میشناسم تا باز بشم راهنمای گوسپندا و دیگر از تصمیمش خوشنود نبود یک سال تمام برای تحقق رویایی کوشیده بود و اهمیت این رویا هر لحظه کمتر میشد شاید چون رویای او نبود کی میدونه شاید بهتر آدم مثل اون بلورفروش باشه هیچ وقت نمیره مکه و عمرشو با آرزوی رفتن به اونجا میگذرونه اما اوریم و تومیم را در دست گرفته بود و این سنگ ها نیرو و میل پادشاه پیر را به او منتقل می کردند. به طور تصادفی به نظرش رسید که شاید این هم یک نشانه است. به قهوه خانه ای رسید که در نخستین روز با آن وارد شده بود. آن دوز دیگر آنجا نبود و صاحب قهوه خانه یک فنجان چای برایش آورد. فکر کرد. همیشه میتونم سراغ چوپونی برگردم. مراقبت از گوسفندار بلدم دیگه یادم نمیره. اما شاید فرصت دیگه ای واسه رفتن به اهرام مس پیدا نکنم. پیرمرد سینه پوش از طلا داشت و سرگذشت منو میدونست. واقعا پادشاه بود. یه پادشاه فرزانه. تا دشت های آندلوس فقط دو ساعت حرکت با کشتی راه بود. اما صحرای عظیمی میان او و اهرام قرار داشت. دریافت که شاید بتوان در همین موقعیت طرز فکر دیگری داشت. در حقیقت دو ساعت به گنجش نزدیکتر بود حتی اگر پیمودن این دو ساعت تقریبا یک سال طول کشیده باشد. میدونم چرا میخوام برگردم پیش گوسفندام دیگه گوسفندا رو میشناسم. کار زیادی نیی و میتونم دوست داشتنی باشن. نمیدونم صحرا میتونه دوست داشتنی باشه یا نه. اما صحراست که گنج منو مخفی کرده. اگه بهش نرسم همیشه میتونم برگردم خونه. اما زندگی یه دفعه پول کافی گذاشته تو دامنم. وقتم که دارم. چرا که نه؟ در آن لحظه شادی عظیمی احساس کرد. همواره می توانست به سراغ چوپانی گوستندان بازگردد. همواره می توانست به بلور فروشی بازگردد. شاید جهان گنج پنهان بسیار دیگری نیز داشت. اما او رؤیای مکرری را دیده و با پادشاهی ملاقات کرده بود. این برای هر کسی رخ نمیداد. هنگامی که قهوهخانه را ترک می کرد خوشنود بود. یادش آمده بود که یکی از بازرگانانی که برای بلور فروش جنس می آبرد بلورها را با کاروانهایی می آورد که از صحرا می گذشتند. اوریم و تومیم را در دست فشرد. به خاطر آن دو سنگ دوباره در مسیر گنجش قرار گرفته بود. پادشاه پیر گفته بود همواره کنار آنانی هستم که افسانه شخصیشان را زندگی می کنند. رفتن تا انبار و فهمیدن این که آیا اهرام به راستی چنان دور هستند خرجی نداشت.